این چند وقتی که لیگ تعطیل بوده ما هم تو کمباد ذره کمباد بودیم، اما این هفته اومدیم با توپ پرم اومدیم. من پویا دواجی هستم و قرار این هفته در پخش آزمایشی واد تی وی کمباد رو برای شما اجرا بکنم. از این برم دوشنبه ها میتونید ما رو ببینید. شعارمون هم که این بود، کمباد حواشی یک فوتبال کمحال. قسمت اول ما رو هم که میبینید در یک فضای کاملا خالی، هیچی هم نداریم. یه ذره اگه ترسناک شدم دیگه شما ببخشید، دیگه قول دادن مسئولین که از هفته های دیگه ایشالله که درست بشه همه چی. شکر خدا سنگم اگه از آسمون بیاد، بالاخره دوستان هستن که یه حاشیه‌ای بسازن ما در موردش اینجا برای شما صحبت بکنیم. الان میخوایم در مورد ورود زنها به استادیوم صحبت بکنیم، البته ورود قطره چکولیشون به استادیوم. اون از وضعیت بلیت فروشی که دیدین که یه دونه جایگاه رو باز کردن تا خدای نکرده زنها نریزن تو استادیوم، استادیوم با جاش نخورن. به هر حال سرمایه ملیه، بعد دیگه اگر اثری ازش نباشه. اون هم وضعیت ورود زنها به استادیوم، 4 تا جایگاه رو باز کردن که زنها بالاخره یه جوری چپونده شدن توی استادیوم. اندازه همونایی که بودن تو ورزشگاه همون قدم پشت در موندن، 4-5 برابرشون هم پشت اون سامانه عجیب و غریب و پرقدرت موندن. یه سایتی رو معرفی کردن که ماشاءالله فکر کنم با زغال سنگ کار میکرد. اصلا دلیل اینکه دونه دونه جایگاه باز میشد همینه، زغال سنگ نرسید جایگاه باز نشد. آخر سر ورزشگاه رو دید دیگه، 4 تا جایگاه بانوان بودن، 2 اون وسط آقایون زحمت کشیدن اومدن و صندلی های خالی که نظارگر بازی فوق حساس ایران کامبوج بودن. تا اینکه بحث فنس و فنس کشی اومد وسط دیگه، یه سازوکاری قرار بود فراهم بشه تو این چند ده سال که الان اسمش شده سازه کار. یه سازه کشیدن عظیم، یعنی 2 جوشکار رو آوردن گفتن آقا اینجا رو تا جایی که میتونید فنس بکشید. اینا هم احتمالاً متراژی بوده دیگه، یعنی هر چی متراژش هم بیشتر پولش هم بیشتر. یعنی فقط مونده بود که دور زمین رو یه فنسی بکشن، یه فضای شطرنجی رو برای خانم‌ها به وجود بیارن. به هر حال زشته دیگه، بازیکن‌ها با شورت ورزشی میان تو بازی دیگه، بده دیگه. یهو دیدین چشم نامحرم به پای نامحرم دیگه افتاد، خلاصه بد میشه. اما اینا تنها خرجی نبود که فدراسیون کرده بود، فدراسیون هم زحمت کشید بود، خیلی خرج برای این بازی کرده بود. شما دقت کردین تو میدون انقلاب دادزن استخدام میکنن که آقا بدو ناهار آماده است، بیاین ناهار بخورین تو رستوران ما. اینا هم یه سری بوغزن استخدام کرده بودن. حالا بوغزن چیکار میکرد؟ کارش این نبود که ایجاد شادی بکنه، اینا کارشون اینه که اگر خانم ها جیغ و داد کردن تو ورزشگاه، صداشون از یک دسیبل خاصی رفت بالاتر، بوغاشونو در بیارن، بوغ بزنن که مبادا این صدای خانوما به گوش من و شما برسه. یه هزینه‌های سنگینی هم صدا سیما انجام داده بوده. صدا سیما یه سری قطعات رو داده به فیلمبردارا که بزنن به دوربینشون که این دوربینشون یه محور خاصی فقط حرکت کنه که مبادا جایگاه خانوما رو نشون بده. دوربینا هم که دیدید دیگه، یه چیز دارن به نام زوم که تو فارسی سلیس بهش میگن بزرگنمایی. اونو کلاً استاد فروغی کندن گذاشتن تو جیبشون که ما داریم بازی رو می‌بینیم، خدایی نکرده تشخیص دادیم اونجا آقا نشسته یا خانم، دستشون خیلی درد نکنه واقعا. خلاصه روز خیلی خوبی بود دیگه. بچه‌هامون هم که تو زمین رحم نکردن به کامبوج، 14 تا به کامبوج زدن قشنگ دستشون درد نکنه، که نشون بدن این ژن جوگیری جلوی دختر همسایه از بچگی تو خونمونه و میمونه، یه قانون پایستگیه، کلن از بین نمیره. شما دقت کنید مهدی طارمی از موقعی که اومد تو سطح اول فوتبال، کورنر رو که نشونه گیری میکرد میزد تو گل، گل که میخواست بزنه جایگاه 15 استادیوم آزادی بوده، یعنی کلا نشونه گیری نمیکرد. اما این بازی فقط 3-4 متر اختلاف داشت، یعنی عجیبه این نشونه گیری از آقای طارمی که اون حالا توی ابعاد 7 متر دروازه که یه جوری میشه حلش کرد این موضوع رو. آقای آزمون هم که شکفته بودن اصلا دیگه، حالا بازیکنای دیگه هم بودن، آقای انصاری فرد بودن، کلا هر کدوم از بازیکنای ما یه گل زدن به کامبوج. یعنی یه جوری شده بود دروازه‌بان کامبوج ما واقعا یه دقیقه نزدن من چیزی بگم، ما اومدیم فقط یه موز برداریم بریم، مثلا کاری نداریم با شما، نزن دیگه برادر من، عزیزان من. شما اگه کمتر هم گل می‌زدید به هیچ جایی بر نمی‌خورد، حداقل مراعات اون بنده خدا رو می‌کردید. اون یه دونه هوادار کامبوج بود که این همه راه کوبید اومد، از دقیقه 0 تب زد تا دقیقه 90، اون موقعی که بازیکن‌های ما هم رفتن سمت خانم‌ها تشویق کردن داشت تب می‌زد. عزیز دلم، من اگه تیمم توی نیمه هفت گل می‌خورد به خاطر روی خودم هم که شده ورزشگاه رو ترک می‌کردم. تبل آخه، شما هم دستت درد نکنه. بازی تموم شد اما حاشیه‌های ورود زنها به استادیوم هنوز تموم نشده. بعد از بازی آقای اینفانتینو رئیس فیفا که معرف حضور هستن نامه زدن تشکر کردن که مرسی زنها رو راه دادید به استادیوم. آقای تاج نامه رو که وا نکرده پس نفرستاد، نخوند کلا. ایشون جواب دادن نامه رو و گفتن که دیر جیانی هلو، فارسیش میشه جیانی جون سلام، زنها رو راه دادیم به استادیوم، دممون گرم، پولمون چی شد؟ یعنی مضمون نامه این بوده: هلو جیانی اینفانتینو، where is money؟
دقت کردین دیگه، کلا عادت داریم جابجا بگیم توی انگلیسی همه چی رو. آقای اینفانتینو هم که نامردی بنده خدا که رو سرش مویی نداره، ولی هر چی که تو بدنش رشد میکنه رو کند کلا. آقای تاج شما هم دستتون درد نکنه. یه اظهار نظر فوق العاده تو همین یکی دو روز گذشته چنیدیم از استاد امیر قلعه‌نویی. آقای قلعه‌نویی فرمودن که اولین کسی که حمایت کرد از ورود زنا به استادیوم من بودم. آقای قلعه‌نویی عزیز دلم، شما تو ورزشگاه نزن بر سینه، نگو من رئیس مافیام، مربی و بازیکن حریف استاد نکن دیگه، تو این قضیه ورود نکن دیگه، ما خودمون حلش میکنیم با فدراسیون. شما دستتون درد نکنه آقای قلعه‌نویی. یه سلامی هم بکنیم به پدر ادبیات فارسی ایران آقای علی کریمی. ایشون زحمت کشیدن یه پستی روی اینستاگرامشون منتشر کردن با این مضمون: آمدید نبودم، میاید نیستم. به این مدل میگم مدل اصغر فرهادی، یعنی پایانش بازه. البته آقای علی کریمی یه ورژن جدیدی رو وارد کردن که هم پایانش بازه، هم وسطش بازه، هم اولش بازه، کلا جای بسته نمیبینیم از این. حیفه که از پدر ادبیات فارسی آقای علی کریمی یاد بکنیم، از پدر بزرگ ادبیات فارسی آقای علی پروی یادی نکنیم. شما این تصویر رو ببینید. ما از پرسپولیس راضیم؟ راضیم این مگه میشه با این شرایط راضی باشیم؟ ولی انشالله خوب میشه. الان این آقای کندرون هنوز شناخت نداره. آقای علی پروین کلن زبون فارسی سخت صحبت میکنه، یعنی انقدر سخت صحبت میکنم که ما هم سخت میشنویم. و اینم محدود به اسمای خارجی هم نمیشه. یه مدیر عامل داشت پرسپولیس آقای رویانیان، اونم نتونست بگه. یعنی رفت آقای رویانیان از پرسپولیس، آقای علی پروین هنوز نتونست اسمشو بگه. از آقای کریمی و آقای پروین هم تشکر میکنم. سوژه آخرمون هم میرسه پرونده کس. کلا دمتون گرم که کلا توی مجامع بین‌المللی همیشه آبرو ما رو میبرین. یعنی این تجمعای نفسکش هم هستن، اونا هم جلوی شما باید لنگ بندازن. یه پدر ادبیات فارسی داشتیم آقای علی کریمی، الان یه پدر زبان انگلیسی داریم آقای خطیر. ایشون زحمت کشیدن دو سال گذشته پرونده سوپر جام و اسنپ جام رو فرستادن به دادگاه بین‌المللی کس. مثل بچهای دبستانی هستن که دیدین فیلمشو دیگه، گفتش که پوریا جعفری و شهریار فدایی می‌خواستن منو با خط کش بزنن، میشه مدیرش گفته بود. ایشون رفتن اونجا گفتن هلو، من علی خطیر هستم، سازمان لیگ و پرسپولیس میخوان سوپر جامو از ما بگیرن. یعنی وضعیت اینجوری، همینقدر لوس. خلاصه بعد از دو سال سرکار گذاشتن هوادارای استقلال، کس جواب داد گفت آقا این بازی ملغا نیست، سر جاشه، نتیجهش هم سر جاشه، فقط پول این دو سالی که ما زحمت کشیدیم فشار آوردیم به خودمون پیگیری کردیم رو به ما بدین. حالا استقلال هم باید پول کس رو بده، خیلی هم زود باید بده، هم پول وکیلی که گرفتن رو. آقای خطیر رفت، اما پیامدهای شاهکاراش حالا دهن استقلال رو ول نمی‌کنه. تشکر می‌کنیم از آقای خطیر. البته هوادارا که عادت دارن دیگه، مدیران لایق و نالایق هر سال میرن و میان، کلا عادت دارن به این چیز. اما داستان زیبای این قضیه این کجاست؟ اینجاست که باشگاه‌ها نامه زدن به کس، گفتن آقا اگر امکان داره این رأی سوپر جامو محرمانه به ما بدین. یعنی واقعا محرمانه؟ مگه فرمول غنی‌سازی اورانیومی که محرمانه بدن؟ فقط همین محرمانه نبود تو مملکتمون که اونا محرمانش کردین دیگه شما. تا هفته بعد با کمباد دوم حواستون باشه. خلاصه که به خاطر تقاضای انتشار رأی سوپر جام آقای فتی شما رو نندازه جایی که نمیندازن. تو خدافظی هم نکردم یه یادی هم می‌کنیم از تیم مرحوم والیبالمون که زحمت کشیدن هر بازی که انجام دادن تو هر ستی اختلاف امتیازشون 12-13 تا بوده با تیم حریف. ما پایینه بودیم ما. این آقای کاویانی هم انقدر گفتن که ما آرزومون بوده یه روزی از ژاپن یه ست بگیریم، بالاخره به آرزوشون رسیدن. امروز کشتیم خودمون رو تا تونستیم یه ست از ژاپن بگیریم، آخرش هم باختیم. خلاصه ما داریم شوخی میکنیم دیگه اینجا، امیدوارم به کسی بر نخوره. امیدوارم هفته بعد که میام اینجا میشینم یه صندلی میزی چیزی باشه که من اینجوری کمر درد نگیرم. تا هفته بعد خدافظ.